درود من از ایران، از میان خیابان‌های دودزده پر از گاز اشکاور و صدای تیر و تفنگ به شما مردم آزاده و عدالت پرور، به تمام مردمی که صدای آزادی و دادخواهی ملت ایران را شنیدند و همه مردم آزادی خواهی که همراه با ملت ایران، همراه با زنان و دختران، پسران و مردانی که به خیابان آمده بودند شعار زن زندگی آزادی دادند. من پوران ناظمی هستم. از 14 سالگی بارها بازداشت شدم، شکنجه دیدم، آزار دیدم، اما بدترین شکنجه هایی رو که دیدم مربوط به زمانیه که 14 سالم بود. من رو به خاطر سرودن چند بیت شعر دستگیر کرده بودن، در سلول انفرادی نگهداری میکردن. در اونجا بیمار شدم، مورد شکنجه، انواع آسیب های جسمی، روحی و جنسی رو تحمل کردم. بیاد دارم بیمار شده بودم، در یک کاسه کوچیک بالا می آوردم و من رو مجبور می کردن همون کاسه رو با آب بشورم و در همون غذا بخورم. بیاد دارم در 20 سالگی بازجو من رو تهدید می کرد، اگر اطلاعاتی که می خوام بهش ندم مجبورم می کنه با زبانم روشور رو تمیز کنم. من اون حقارت ها و شکنجه ها رو برای زنان و دختران جوان، برای پسرانی که الان در خیابان هستن نمیپسندم، نمیخوام. خوشحالم که الان همه ملت ها فهمیدن که این حکومت حکومتی نیست که مورد تایید و انتخاب ملت ایران باشه، حکومتی چپاولگر، حکومتی که تبعیض و بی‌عدالتی در اون موج میزنه و از همه بدتر مستبد، اون هم از نوع استبداد مذهبی، در حدی که ما حق انتخاب دین خود رو هم نداریم، حق انتخاب پوشش خودمون، در بسیاری جاها حتی حق انتخاب رشته تحصیلیمون و شغلمون رو هم نداریم. ما برای رفع این تبعیض و بی‌عدالتی ها به خیابان آمدیم. من با این وجود الان نگران تعدادی زیادی از فعالین مدنی، سیاسی و حقوق بشر، تعداد زیادی روزنامه نگار، خبرنگار، فیلمساز و مردم عادی بزرگسالی که در زندان‌ها هستن نیستم. نگرانی ما الان به خاطر تعداد زیادی کودک و نوجوان هست که در خیابان آسیب می‌بینن، می‌بیرن و در شکنجگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری میشن. بسیاری از این بچه ها رو با کانون های اصلاح و تربیت بردن، جایی که در قانون همین مملکت برای بچه های بزهکار ساخته شده. بسیاری از این دختران رو با زنان تبهکار در یک زندان نگهداری می کنند. من امیدوارم مجامع حقوق بشری، نهادهای سیاسی، سیاستمداران دنیا و همه مردم آزادهی که هستند نسبت به این ظلمی که داره اینجا به دانش آموزان و جوانان و نوجوانان ما میشه واکنش نشون بدن. بیانیه صادر کردن باعث عقب نشینی اون حکومت نمیشه. باید یک تصمیم عملی بگیرید. یک تصمیم بازدارنده. اگر امروز در مقابل این جنایت سکوت بکنید، در تاریخ همیشه نامی به ننگ از شما برده میشه. بگذارید در دنیا و در تاریخ مردم کشورتون به برخوردی که شما میکنید، به مسئولیت پذیری شما، به انسانیت و عدالت خواهی شما افتخار کنند. برای آزادی، عدالت، برای رفع تبعیض جنسیتی به ما کمک کنید. اجازه ندین خون دختران و پسران جوان ما خیابانها رو دوباره رنگین کنه. اجازه ندین بچه های ما رو به زندانهای طویل المدت محکوم کنن. آینده، جوانی و آرزوهای اینها در کنج زندانها از بین بره. چشم ما، چشم امید همه ما به تصمیم آزاد مردان، بزرگ مردان و بزرگ زنان دنیاست.
با امید دنیایی آری از تبعیض، ظلم و خشونت. پاینده ایران. من خواهر پوران ناظمی، نویسنده و کنشگر مدنی هستم که چهارشنبه 27 مهر ماه در منزلش بدون ارائه حکم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و در طی این 6 روز در انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شده. خواهرم امروز طی تماس کوتاهی که با منزل داشته و به سختی قادر به صحبت کردن بوده، حال جسمی بسیار بدی داشته. اعلام کرده که از دادن دارو، غذا و حتی آب به خواهر من خودداری میکنن و اصلا شرایط خوبی نداره و بهش رسیدگی نمیشه. آقای علی خامنه‌ای، روی سخنم با شخص شما و گماشته های شما در زندان اوینه. اگر از کشتار معترضین، دانش آموزان، دانشجویان و نخبه های این مملکت فارغ شدید، لازمه که به شما بگم پوران خواهر من دیگه اون دختر بچه 14 ساله‌ای نیست که به خاطر سرودن چند بیت شعر اعتراضی ببرید، شکنجه کنید، بهش آسیب برسونید و صداش هیچ جایی نپیچه و آب از آب تکون نخوره. تا زمانی که خواهر من رو در انفرادی نگه می‌دارید، من محکم اینجا نشستم و اطلاع رسانی می‌کنم و لازمه که به شما بگم سلامت جانی خواهر من به عهده شخص شما و گماشته های شما در زندان اوینه. خواهر من جرمی مرتکب نشده. به چه جرمی خواهر من رو در انفرادی بدون دادن آب و غذا نگه می‌دارید؟ در کجای قانون اساسی شما نوشته شده که شما حق دارید با یک معترض این گونه رفتار کنید؟ دوستان ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید. خواهر من بیماره، نیاز به دارو داره. اگر که ما نتونستیم دارو بهش برسونیم، اگر که دارن تحت فشارش میذارن با ندادن غذا و آب بهش، ازتون خواهش میکنم در انتشار و پخش این کلیپ به ما کمک کنید، شاید که ما بتونیم خواهرم رو از انفرادی بیاریم بیرون و داروهاش رو بهش برسونیم. اجازه ندید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونن. پوران هم یکی از ماست، خواهر من بیماره. ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید و نذارید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونه. من کودکان در کفن، غرق خون این وطن، 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 کودکان در کفن، غرق خون این وطن. بخشین دیگه آقا اون نظر، این نظر، این نظر، اینم شنیدی؟ این نظر، اون نظر، اون کار نکن، این کار نکن. خب این خود بچه چی گفتن در موردش؟ چی ساخت در موردش؟ مردم شلیک کرد، بزنیدش. هر کس گفت نزنیدش، اونم بزنید. هر کس گفت بیا گفتگو کنیم، اونم بزنید. هر کس گفت منم اعتراض دارم اما این راهش نیست، اونم بزنید. هر کس گفت فرق شما با اونا چیه، اونم بزنید. هر کس گفت اصلاحات، اونم بزنید. هر کس گفت اینا برن که جاشون بیاد، اونو دوبار بزنید. بزنید، انقدر بزنید تا تموم بشن این بی‌ناموسا. بر شما نه بر ما که اگر نخونی ننگ بر شما، ننگ بر ما که اگر نخونید جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نفست گفته باد اهریما